با سلام های بسیار گرم خدمت بینندگان عزیز برنامه رهایی زن، امیدوارم هفته گذشته هفته خوبی برای یکایی که شما بوده و آماده دیدن برنامه امشب هم هستید. مینهمتی هستم و بر طبق روال هر هفته برنامه رهایی زن را از طریق کانال یک تقدیم حضورتون میکنم. لطف کنید برنامه را به علاقمندان برنامه و به طور ویژه به فعالین حقوق زنان اطلاع بدید. عزیزانی که در هفته پیش با من تماس گرفتید از طریق پیامگیر پیغام گذاشتید، پیغاماتون رو دریافت کردم. در صورت امکان حتما پاسخ خواهم داد. از ارسال مطالب، گزارش های خبری و آنچه که به دستم میرسونید بسیار بسیار سپاسگزار هستم. کماکان با ما در ارتباط باشید. نظام اسلامی با سیلی موشکی صورت خودش رو سرخ نگه می‌داره. آقایون، فرض کنیم که شما با صرف میلیاردها دلار بهترین موشک‌های دوربرد رو در اختیار دارید و می‌تونید رقبای خودتون رو در کره ماه هم هدف قرار بدید. اما اینها برای مردم نون و آب نمیشه. این دستاوردها برای مردم بهداشت و دارو نمیشه. بهتر این دکان رو جمع کنید و فکری به حال مطالبات کامیونداران بکنید. یک جفت لاستیک سالم ندارن که مایحتاج مردم رو در سراسر کشور به دستشون برسونن. پرستاران و پزشکان متعهد و دلسوز از فقدان امکانات درمانی مناسب رنج میبرن. کارگران ماهاست که حقوقشون رو دریافت نکردن. کشاورزان از وضعیت اسفبار خود شکایت دارند و در یک کلام آقایان تبریک میگوییم، شما با تلاش 40 ساله خودتون موفق شدین ثروتهای عمومی رو تاراش کنید و چرخ اقتصاد و زندگی رو به گل بنشونید. دیگه وقت اون رسیده که فارغ التحصیل بشید و دکترای تخریب دریافت کنید و شر خودتون رو از سر این مردم رو به جان آمده کم کنید. مطمئن باشید این مردم می توانند در شوراهای منتخب خودشون بهترین انسانها و راهکارها رو برگزینند و به این کابوس 40 ساله پایان دهند. در این قسمت از برنامه توجهتون رو به اعتصاب سراسری کامیونداران جلب می کنم که نشان از فروپاشی روز به روز سیستم ترابری کشور داره و مسئولین نظام با فرمول تهدید به اعدام رانندگان به خیال خودشون مشکل رو حل کردن. شاید آقایان برای رفع مشکل ترانسپورت ایران به بازگشت شتر و شتربان و کاروانسرا فکر میکنن و بس. وضعیت رو از زبان خود رانندگان کامیون بشنویم. وضعیت لاستیکی ما اینه، خدا شاهده لاستیکم تو رادر گیره، لاستیک قرض کردم انداختم. تصادفی ایجاد شد، چند نفر کششن کی جواب گمانه؟ چند خریدی لاستیک جدیدو؟ 7500. قبلا چقدر بود؟ 2200. نیاز لاستیک در سطح استان ماهیانه 200000 حلقه هست، اما مجموعاً در 3 ماه گذشته فقط 8000 حلقه لاستیک بین رانندگان و کامیونداران توزیع شده که اصلا پاسخگو نیست. رقم انداشتم مثلا بود 5 تومن 1 لیترش 12000. باتری بوده 1200 حالا شده 3750 گیرم نمیاد. پولیس جهنم. قطعاتش هم گیره. من میدونم وقتی من اعتصاب کنم، اعتراض کنم، تویور از بین میره، دامی طرف از بین میره، نمیدونم کشاورزی از بین میره، ولی منم باید اون رات بگذرونم. ما نه اختشاش میکنیم نه اعتصاب داریم. ما ماشینامون اعتراض کرده، ماشینامون قدرتی حرکت نداره. از قول و قرارهایی که عملیاتی نشده بود صحبت کردن. قول دادن بیان بارا رو بیارن اینجا که آزاد نبرد، همین لاستیکا درست کنن، لوازم ها برای ما میکنن، بیممون رو درست کنن. سهمیه سوخت رو بر اساس پیمایش تخصیص ندادن. اگر ناوگان ما در ماه گذشته به دلیل تعمیر یا به هر دلیل دیگه کار نکرده باشه، آیا نباید بهش سوخت تخصیص پیدا کنه که بتونه کار بکنه؟ افزایش 20% نرخ کرایه ها هم پاسخگوی هزینه ها نبوده. افزایش قطعات لاستیک روغن همه اینا با خرجمون با برجمونی بخونه. ماشین فرسوده چرا باید مالیات بده؟ مسائل بیمه ما چه دارن از ما چم میکنن؟ سلامت، شخص ثالث، اینا چه ربطی به دلار داره؟
سلام و خسته نباشید. روز بخیر همکاره عزیز. اینجا خرمدره 3/7/97. همه ماشینا خاموش کردیم دور همین اعتصاب تا وقتی که این اعتصاب برامون نتیجه بخش بشه. و داخل پارکینگ هم که اگه ببینی همه ماشینا به اعتصاب در اومدیم. انشالله که اون راننده هایی که الان دارن سوء استفاده میکنن یواشکی دارن میان بار میزنن اونا هم از خواب بیدار بشن، خیانت رو بذارن کنار. همه ماشین های خرم دره، ساینگله، اپر همشون به اعتصاب در اومدن. خواهش داریم از راننده های استانهای دیگه همکاری داشته باشن. به خدا، به ابوالفضل، به امام حسین قسمتون میدم دست از خیانت بردارین. اون راننده ای که داره میاد یواشکی بار میزنه میگه شب رد میشم کسی نمیبینه، فقط داری خودتو گول میزنی. تقدیمی، پیام شنیداری یا تصویری شما به مسئولان حکومت. تلفن پیامگیر 201-202-382-5982. ایمیل lastpage@voanews.com، فیسبوک VOA Last Page و تلگرام فارسی VOA. تقدیمی، پیام شنیداری یا تصویری شما به مسئولان حکومت. سلام، 8/7/1397 ورودی اسکله شهید رجایی خالی به خاطر اعتصاب کامیونا، کلن خالی شده اینجا. امیدوارم بقیه مردم از رانده کامیونا یاد بگیرن تا به حقشون برسن. در نگرا ۹ مهر ۹۷، منطقه صنعتی رضوانشهر تیرون که پر از سنگوریه و هر روز کلی ماشین جواز بارگیری بود، ولی الان میبینیم که یه دونه ماشین هم نیست. پس از نظام فاشیستی هیتلر، این مسئولین امور پزشکی جمهوری اسلامی هستند که حکم قتل بیماران لاعلاج را صادر می کنند. در قسمت اول از بیماران MS و خانواده هاشون جوی احوال می شیم و سپس به سخنان تکاندهنده یک دانشجوی پزشکی در اهواز توجه می کنیم که فروپاشی این بخش از نظام رو نیز به تصویر می کشه.
پاپا برای بچه های اسمه تجمع کردیم. چرا؟ چون داروشون وارد ایران نمیشه. جواب وزارت بهداشت چیه؟ وزیر بهداشت میگن دارو گرونه، عمر بچه ها کوتاه، نمیتونیم وارد کنیم. در حالی که بچه های ما دارن زندگی میکنن. الان بچه این من 27 سالش عمرش کوتاه؟ این بچه زنده است، اون خانم زنده است. بله بچه این عمرش کوتاه؟ ما رو جزء بیماری خاص قرار دادن، ما رو جزء بیماری خاص قرار دادن، ما رو نمیرن، به ما یه دفتر مرکزی. اصلا به ما اهمیت، به ما اهمیت نه اینکه ما رو خطرناک نگه میدارن. خانواده هایی که به این بیماری مبتلا هستن، فرزندانشون بالاخره گرفتاری دارن، میگن وزارت بهداشت نسبت به این موضوع کمکی نمیکنه، حالا به رسمیت نمیشناسه این بیماری رو و اجازه واردات این رو نمیده، واردات دارو بیماری رو نمیده. حالا این خیلی خوب، حالا مردم ایران اجازه میدن که برای افزایش 2 سال 3 سال عمر خلاصه ما بریم هر سال 1 میلیارد تومان هزینه کنیم. که اجازه رو میدن معنیش اینه که از این جای دیگه بود بریم بزنیم. ما از این بیماری ها متعدد داریم، هزینه های فوق العاده زیاد، در این حال طول عمر پایین. بخشی از اینا به نظر من یه همچین طول عمر پایین یعنی چی بوده؟ یعنی این نوع بیماری چندان دوامی نداره مثلا بیمار؟ بله حالا شاید الان درست نباشه بله تلویزیون هم بگیم، بعضی از این بیماری ها تو رامشون محدوده و چقدر دردناک. بله و این خب دردناکه، اما بالاخره اتفاق افتاده توی خانواده. من الان موندم بین این که برم شیر خشک رو تأمین کنم، واکسن رو تأمین کنم، داروی یک کسی که حیاتش در طول زمان بستگی به این هست که من این دارو رو در اختیارش قرار بدم تأمین کنم، یا یک کسی که ممکنه کلن این دارو بتونه 2 سال تو رو عمرش بیشتر. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای دکتر هاشمی و همه بزرگوارانی که اینجا تشریف دارند. همچنین تسلیت عرض میکنم حادثه تروریستی احواز و حمله جمعی از هموطنان محروممون در این حادثه رو. عرایضی که بعد خدمت شما مطرح میکنم در 3 حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دارند. اما در ابتدا مشکلات حوزه درمان. جناب آقای دکتر هاشمی، ما دانشجویان علوم پزشکی وقتی که روپوش سفید پزشکی رو به تن میکنیم بارها و بارها با خودمون مرور میکنیم که خداوند ما رو آفریده تا دردهای دردمندان رو برطرف کنیم و غمهای هم نوعانمون رو به دوش بکشیم. اما امروز حقیقت جامعه چیز دیگه ایه. مشکل از روزی شروع شد که این نگاه دلسوزانه جای خودش رو به نگاه اشرافیگری و از بالا به پایین داد و پزشکی که باید خودش رو خادم مردم بدونه اونها رو به چشم ابزار تجارتی خودش میبینه و مورد تحقیر قرار میده. و جناب آقای هاشمی، ما شما رو به عنوان وزیر بهداشت عامل اصلی ترویج این نگاه اشرافیگری میدونیم. شما پیرمرد زحمتکشی رو که بهتون پناه آورده و ازتون تقاضای کمک داره مورد تحقیر و تمسخر قرار میدید و از اون میخواید که خودش مشکلش رو برطرف بکنه و با این کارتون بدترین توهین رو متوجه جامعه فیزیوتراپی میکنید. جناب آقای دکتر، در وزارتشون، در وزارتخونه شما بیمار حاد روانی رو که دست به خودکشی زده به چشم اسکناس میبینن و او رو از داشتن حق بیمه محروم میکنن. آقای دکتر هاشمی، شما وقتی از طرح تحول صحبت میکنید به خودتون میبالید، اما طرح تحول در ذهن ما چیز دیگه ایه. طرح تحول در ذهن ما یعنی ده ها زن و بچه محرومی که پشت ساعتها باید پشت در اتاق تنها متخصص اطفال شهرستان کوچیکشون در صف بمونن و وقتی که از پزشک تقاضای توجه و معاینه دقیق میکنن با اعتراض او از هزینه کمی که طرح تحول بهشون میده و زحمت زیاد و کار سنگین مواجه میشن. از دیگر سو امروز ویروسی که به جان مردم افتاده و اونها رو داره اذیت میکنه مشکل کمبود شدید داروه و بی تدبیری شما باعث شده انبارهای داروخونه ها پر بشه از داروهایی که سرنوشت اونها به قیمت دلار بستگی داره. آقای دکتر هاشمی، اون فرد روستایی که هیچ ارتباط مویرگی و دستاویزی نداره باید بعد از زیر و رو کردن تمام داروخونه ها و شمردن کاره
های بی ارزشش با دست های خالی به چشمان اشکبار فرزندانش نگاه کنه. اوه بر این نگاه سیاست زده و اشرافی و ترویج دهنده اون که لکه ننگی بر دامان جامعه پزشکی. جناب وزیر، جامعه پزشکی تا کی و تا کجا باید جور این افراد سودجو رو بکشه؟ کاش در تحول به جای تحول در دستمزدهای پزشکان، تحولی در ارتباط بین پزشک و بیمار و اخلاق حرفه‌ای پزشکی به وجود می آورد. دومین حوزه که میخوام در ارتباط با اون و حضرت عالی صحبت کنم حوزه آموزش پزشکیه. همه ما دانشجویان علوم پزشکی در سینه هامون صندوقچه‌ای داریم از نارضایتی و گلایه از حوزه آموزش، اما به خاطر کمبود فرصت و وقت به بیان تیتروار دو مورد از اونهای بسنده میکنم. یکی از مهمترین مشکلاتی که برای ما دانشجویان پزشکی به خار در چشم و استخوان در گلو تبدیل شده بحث دانشجویان انتقالی از خارج کشوره. در سالهای اخیر شاهد هستیم افراد کم استعدادی که توان مواجهه با کنکور را ندارن تنها به پشتوانه توانایی مالی خانوادهشون به دانشگاه‌های خارج از کشور رفته و بعد از چند ترم دوباره به کشور برمیگردن، در حالی که سهم اونها از مشقت‌های جوانان برای ورود به دانشگاه‌های دولتی تنها یک بلیط هواپیماست. و به همین شکل با استفاده از ارز دولتی که قیمتش یک چهارم ارز آزاده، از تمام امکانات فرهنگی و علمی و آموزشی دانشگاه بهره می‌برند. این روند اثر مستقیمی بر بی ارزش کردن کرسی‌های دانشگاه‌های کشور داره. از طرفی این افراد با استعدادهای کمشون فارغ التحصیل میشن و بعد از اون با در رقابتی نابرابر با نخبگان بهترین موقعیت‌ها رو به دست میارن. آقای دکتر هاشمی، فردی که میلیون‌ها تومان پول پدرش رو دست‌آویز ورود به جامعه پزشکی کرده، نمیتونه در مواجهه با بیمار کم بضاعت و فقیر به شکل یک مداوا کننده بی‌منت رفتار کنه، چرا که لباس پزشکی رو با دانشگاه معامله کرده. آیا به راستی آقایان روش دیگری برای رفع کمبود بودجه حاصل از طرح تحول در دانشگاه ها سراغ نداشتند؟ دومین مشکلی که گریبانگیر دانشجویان علوم پزشکی در حوزه آموزشه، سیستم آموزشی قدیمی و فرسایشی است که سالهاست در کشورهای پیشرفته دنیا رها شده. آیا زمان اون فرا نرسیده که به جای سرکوب کردن نبوغ دانشجویان با استفاده از روش‌های کمبازده، از روش‌های نوین آموزشی دنیا برای پرورش خلاقیت اونها استفاده کنیم؟ این وضعیت کمبازده حاصل همون نگاهیه که به جای معطوف شدن به پرورش استعدادهای جوان و نخبه کشور، معطوف به پرپول کردن جیب پزشکانی شده که در برخورد با مردم جز زبان تندگویی زبان دیگه ای بلد نیستند. سومین مسئله که لازم خدمتتون مطرح کنم مسئله بهداشته. مهمترین عناصر تشکیل دهنده و سازنده بهداشت یک جامعه، هوا و آب اون هستند که ما خوزستانی ها از داشتن آب و هوای پاک و سالم محرومیم. آقای دکتر هاشمی، کاش یک روزی که گرد و غبار شدید مهمان ناخونده آسمون اهوازه تشریف می آوردید و اورژانس های بیمارستان های اهواز رو می دیدید، نفس های به شما رو افتاده این مردم درد کشیده رو می دیدید و هزینه های گزافی که این شرایط به سیستم درمانی محروم استان خوزستان تحمیل می کنه. اما متاسفانه این بار مردم در انتخاب وضعیت زیست محیطی اسفبار خودشون هیچ حقی نداشتن که شما به اونها بگید این وضعیت رو خودتون انتخاب کردید و باید تحملش کنید. کوتاه سخنی که جناب وزیر، آقایان مسئول، جناب آقای دکتر نظری
که ما شما رو اینجا به عنوان پدر خودمون در جمع میبینیم. دردها بسیاره، اما اون چیزی که تحمل درد رو آسون میکنه امید به درمان درده. افسوس از روزی که به خاطر بیتوجهی و یا ناشایستی بعضی از مسئولین مردم از درمان دردهاشون ناامید بشن. و نکته آخری که ما دانشجوها همواره ثابت کردیم که با تمام توانمون پای خدمت به مردم کشورمون وایستادیم، اما کاش گوش شنوایی باشه که بغض فروخفته در حنجره های ما رو بشنوه. و ما توفیقی الا بالله، علیه توکل تو و علیه آمین. اما دوست دارم در این قسمت توجهتون رو جلب کنم به دیالوگ زنان جوان در تقابل با تبعیض جنسیتی در زندگی روزمرهشون. توجهتون رو جلب میکنم. وظیفتی که اجابت رو رعایت کنیم. نه، باید اینجا محیط عمومیه. باید رعایت کنیم. شما دیگه اگر محیط عمومیه واگن زنونه. تو الان از من فیلم بگیر ببر پخش کن برای چی؟ اون دختره. آره، پخش کن برای اون دختره. اتفاقا پخش کن براش، بذار تشویقت کنه. فهمیدی؟ پخش کن برای مسیح علی نژاد. آره دقیقا. چون ببین اصلا آخه تو فیلمی که داری میگیری تو خائن به کشور خودت هستی. میدونی؟ تو به کشور خودت خائنی. چون اگه این لنگه های شما خائن نبودن الان مملکت ما این وضع نداشت که. تو خائن به کشور خودت هستی. خب الان میخواد اون به تو تاقشال بده. برو ازش تاقشال بگی. برو ازش تاقشال بگی. الان میخواد به تو تاقشال بده. خب تو الان میخواد اون به تو تاقشال بده. شما برو ازش بگی. اون به کجاها رسید؟ شما میرسی به همون جاها. فهمیدی؟ اون به کجاها رسید؟ من فقط اجازه میدم اون چی که خودم میخوام مرد ببینه، نه اون چیزی که دلش میخواد. آزاد باشه، هر جا رو دلش میخواد ببینه. یه دیگه تربیت شخصی هر کسیه. تربیت شما رو دیدیم دخالت کنیم. آره کشین دست و سر مردم برم دیگه. چرا چقدر میخواد بخورید؟ ما به چاپی چون اصلا میدونی از سکولار یعنی چی؟ معنی سکولار رو میدونی که میگی؟ آره آره شما که میدونی توضیح بده برای این جمع. من جای شما ها بودم. آره. این جمع آخریه، اینقدر زبون نرازی نمیکرد. و اما بررسی وضعیت زندان ها و بیماره های مشکوک و داروهای مشکوک نظام مقدس اسلامی برای نابودی تدریجی منتقدین خودش. این نظام روی دکتر منگلو، جلاد پزشک آلمان هیتلری رو سفید کرده. در این قسمت از برنامه می‌نشینیم پای صحبت‌های نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی. شکنجه لزوماً به این معنا نیست که یه جا ببندن و کاپ کف پات بزنن. سلول انفرادی مصداق بارز شکنجه روحی و روانیه. اکثر این بیماری‌ها توی سلول اتفاق افتاده. یعنی حتی آرش این بیماریش توی سلول اتفاق افتاده. بیماری من توی سلول اتفاق افتاده. آرش مثلا من شنیدم که ضرب و شتم شده توی سلول و یک حالا ترکی بوده، هر چی که بوده توی این ناحیه توی کتفش اتفاق افتاده. یا بیماری که الان من مبتلا شدم بهش که چند وقت پیشم شب ساعت 4 من مبتلا به فینت شدم و منو بلافاصله بردن بیمارستان، من اینو توی سلول‌های 209 گرفتم. من هیچ وقت حتی یک دونه قرص استفاده نمی‌کردم، حتی یک دونه قرص. و خب 10 روز اول که گذشت بازجویی‌های من که خیلی فشرده بود، خیلی طولانی بود، شب حتی من بازجویی داشتم، یه بار تا ازون صبح من بازجویی داشتم، یه بار توی بازجویی من اتفاق افتاد. برای این بود که من توی از بازجویی اومدم، غروب بود و داشتم میرفتم، احساس کردم که چقدر حالم بده، دست و پام چقدر شله، نمیتونم خودم رو نگه دارم. بهشون گفتم و وقتی اومدم منو توی بند ببرن، من وارد راه رو که شدم با تموم هیکلم خوردم زمین. و اینا منو اونجا برانکاردی وجود نداشت، ویلچری وجود نداشت، یه دونه پتو آوردن پهن کردن رو زمین. 4 تا مرد اومدن و
و واقعا آدم رو در همین حدی که دارم میگم آمدانه از این واژه ها استفاده میکنم. من بارها روی این واژه ها فکر کردم، پت میکنم وسط پتو، یعنی اینکه بذارن روی یه برانکارد و بلندت بکنن ببرن بهداری، این خبرها نیست. و واقعا با همین حالت منو بردن توی بهداری و بعد شروع کردم به تزریق آمپول و اینها. و بعد این آمپولایی که به من میدادن، این قرصایی که به من میدادن، هیچ کدومش منجر به بهبود وضعیت من که نمیشد که. روز به روز وضع من داشت بدتر میشد. و وقتی من از اونجا به قید وثیقه اومدم، تمام مدارک پزشکی من رو وزارت اطلاعات اومد و برد. الان مدارک پزشکی آقای آرش صادقی واقعا کجا داره رسیدگی میشه؟ اینها همه برمیگرده توی زندان رجایی شهر. یعنی برای یه گام بعدی اینها چه کار باید بکنن؟ خب این باید حتما توی محیط غیر استرس، توی محیط کاملا بهداشتی. آخه توی بند مگه چقدر میشه بهداشت رعایت کرد؟ تازه خودت رعایت بکنی چقدر محیط رو میشه استریلیزه نگه داشت؟ این عمل جراحی شده دیگه. و ما در قسمت پایانی برنامه، در این قسمت توجه شما عزیزان رو جلب میکنم به اجرای زیبای ترانه مازیار فلاحی و اون رو به ناشنوایان عزیز و خانواده هاشون تقدیم میکنم، به امید روزی که در این کره خاکی فقط عشق و محبت و انسانیت، رفاه و آزادی و برابری موجود باشه برای همگان. هنوز دلتنگی قدم زدن با تو رو دارم، هنوز با نفس ها تو باغچه‌شم دونی میکارم، هنوز عاشقتم و حکمم از دل و از جون، با اون گوشواره های رنگی دونه های ناردون، با کل قصه های زندگیم با زیر بارون. باور میکنی یا نه من عاشقمم یا نه من دیوونتم، این قصه تکراری، این دوری اجباری منو دیوونه کرد. هنوز عاشقم و دلهاره یه چشم تو دارم، هنوز دیوونم و عکس تو رو چشم میذارم، هنوز عطر فضای خونمون بارون و بوده، هنوز خاطره ها پاییز و برد و عطر دوده، به غیر یاد تو کنج دلم هیچی نبوده. بینندگان عزیز، به انتهای برنامه امشب رسیدیم. امیدوارم که برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. به همراه اسد کوچا و با سپاس فراوان از عزیزان در اتاق فرمان، شب و روز بسیار خوشی رو براتون آرزو مندم. شب خوش.